درود بر همیهنان گرامی و همزبانان و همتبارانی که برنامه به سوی ایران شهر رو نگاه میکنید. آرتیمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه کاریست از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. کسانی که این برنامه رو تا کنون دیدن میدونن که ما در این برنامه به هر آن چیزی میپردازیم که به ایران شهر بزرگ مربوط میشه. این برنامه چیزی حدود 2 سال ادامه داره و من در این برنامه با جناب آقای دکتر ستوده، زرتشت ستوده از لندن، ایران شناس و تخصصشون در ترک شناسی است و استاد دانشگاه هستند، گفتگو میکنم امروز. آقای دکتر، نخست درود بر شما و بعد اینکه میخوان درباره دبیره های ایرانی یا خط های ایرانی با هم گفتگو کنیم، شما یک درودی داشته باشید با همیهنان تا من نخستین پرسش رو از شما بکنم. من هرگاه گفتگو کردم برای ستایش از نیکی های ایران گفته او کردم. این پایان به شو هم نیست. ایران کشوری سفرمند، کشوری بالنده، کشوری دهشمند، کشوری پدیدآورنده فرهنگ و هنر و دانش. اینها همه اینایی که گفتم در یک واژه‌ای به نام خوبرنو در اوستا هست، یا خوبرنو ایر یعنیم خوبرنو یزمیده. اوستا میگه که فر ایران را می ستاییم. در همه زمین ها، همین زمینه امروزی هم که میخواییم گفته کنیم، این گفتگوی اوستا درست در میاد. همینو نظامی هم گفته، همه عالم تن است، ایران دل. نیست گوینده زمریاز خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. همون ایر یعنیم خوبرنو یزمیده است. درست. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی همیهنان ما به برنامه هایی که من با شما دارم علاقه دارم. اینو واقعا دارم میگم، برای اینکه هم با ایمیل به ما همیشه میفرستن و هم در جاهای مختلف برای من مسیج میزنن تو شبکه های گوناگون، چه تلگرام، چه فیسبوک، چه در یوتیوب. من میخوام امروز با شما این جستاری رو آغاز کنم که برای خیلی از همیهنان یا هم بینندگان این برنامه جالبه، و اون اینکه کلا ببینیم آغاز یا پیدایش دبیره یا خط در ایران چگونه بوده و از کی ایجاد شده، نخستین دبیره در ایران چیست. خب پیش از این که این جستار رو پاسخ بدم، با این گفتگویی که شما کردید که شنوندگان شما بسیار پیشواز از گفتگوهای شما میکنن، خب این دلگرمی بخش است. شما و من هر دو هنگاممون رو هزینه این کار میکنیم که آنچه که گفته نشده یا آنچه که بایسته هست رو به ایرانیان برسانیم. انگیزه ما، انگیزه من و شما، آگاهی بخشی هست و این آگاهی بخشی رو ما باور داریم که دستمایه رهایی خیش از بیخردی، از بیراهه، از کجروی و سرانجام برای رهایی سرزمینمون به کار بگیریم و نیاز به این کار است. همه فرهنگ ایران از دیدگاه من، حالا یک کسانی هستند میگوین که سرودهای شاهنامه مانند یک زرادخانه جنگی است و ابزارهای جنگی، تیر و خدنگ و اینهاست در دست ایرانیانی که میتوانند سربازی باشند برای پدافند از کشور. به اندیشه من اون درست است. همه اون چی که ایران بزرگ فرمند و فروغمند داره برای رهایی نه تنها ایران، برای رهایی جهان هم بسنده است. چون که من در این چندین سالی که کار میکنم، دست کم 3 دهه‌ای که به کار پژوهش ایران شناسی پرداختم و نوشته ها و پژوهش های جهانیان را هم دیدم، چه درباره ایران چه در جای دیگه، هیچ کشوری به پای این دارندگی و بالندگی ایران نمیرسه. دریغ است که ایرانیان از این انبان خرد یا گنجینه خرد دانش که نیازمند امروز برای رهایشون است بهره برداری نکنن. خب برای من دلگرمی است، برای شما هم دلگرمی است که پیشواز میکنن.
گفتگوی گزیده شما درباره دبیره بسیار یکی از چیزهایی است که خب من هم بسیار دوست دارم در اون زمینه گفته و کنم، هم که نیاز یکی از نیازهاست. نخست این که دبیره چیست؟ این واژه دب در ایران شاید شنیده باشید، کسایی که با پوست کار میکنن اینها رو دباق میگن. حالا ایرانی ها اون که رو قه میکنن دباق، این دب میشود پوست. در زبان تیره ایرانی سکه دری هست، دری. دری، من که اردبیلی هستم، در اردبیل ما پوست را دری میگیم و هیچ پیوندی با زبان ترک مغول نداره. شما که خودتان دانشگاهی هستید و هر کسی دیگه میدونید که درما و درماتولوژی در یونان هست دیگه، در زبان انگلیسی خود درما و دری یک واژه است. پس این واژه یونانیه. خب واژه ترکی که هیچ نمیتوانه باشه، اما انگیزشو گفتم دیگه. این است که درما یا دری یا دباغ یا دیپیش یا دبک یا تبل یا تنبک، اینا همه از یک واژه هستن. در چم پوست است. گفتم که درماتولوژی اینا دیگه. لوگیک خب یعنی نگاه کردن و بررسی و پرداختن، اما درما این پوست است. چرا این واژه در زبان ما هست؟ در زبان یونان نه، دبیره رو با واژه پوست یکجا ندارن. چرا در زبان ما هست؟ برای اینکه ایرانیان از نخستین کسانی هستند که از این واژه من میدانم، نخستین کسانی هستند که کوشش کردن بنویسن، از همین واژه میدانم و روی پوست نوشتن. در نوشته های پهلوی هست که دبیره اوستایی یا نوشته اوستا رو روی چندین هزار پوست گاو نوشتن. باور دارم که بسیاری شنیدنید و شما هم شنیدید. پس این پوست با دبیره، یعنی اون چی که به نام خط یا سمیره در زبان پهلوی، دبیره رو سمیره هم میگن، با اون از یک جنس است و نویسندهش را دبیر میگن. دبیر در نوشته شاهنشاه همایون، شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد، دیپیش میگوید ایشان. دیپیش همین دبیره یا خط هست. دیپیش دبیره یا خط هست. خود ایشان، حالا من نمیخواستم به این بپردازم، اما خب خواهم پرداخت به ایشان، چون خود این شاهنشاه دانا و خردمند پدید آورنده دبیر است. برای اینکه خودشان میفرمایند به زبان همایون خیش، نبود پیش از من دبیره ای این چنین، من آن ایدون کردم به آریایی. میگوید که نام دبیرش آریایی است، نام اون دبیر آریایی است و آن را او پدید آورده. دبیری که آن را نوشته نمیگد که من پدید آوردم، میگوید که چون از زبان شاهنشاه است، از زبان شاهنشاه گفتگو میکنه، دبیر مینویسه. برای همین هم است که انماریکو، یک پژوهشگر ژرمن، یک نسکی پدید آورد و از زبان داریوش شاه نام نسک را گذاشت، از زبان داریوش، برای اینکه هرگاه گفتگو که میشه، هر پاره ای از سخن که گفتگو میشه، میگه کتیا داری و اوشا، گوید داریوش شاه. اون از زبان خودشه، نخسته، اون نخست کسیه که اونجا گفتگو میکنه، نخست کسیه که گفتگو. این نیست که من، این لغزش نکنید، این دبیر نیست که این را میگه، خود شاهنشاه میگه، چون تتیا داری و اوشا، گوید داریوش شاه. بله، این است که خب به این پرداختیم که اون. اما خب پیش از دبیره هخامنشی دبیرهای دیگری هست. من برای اینکه فروگذار نکنم، دبیره ایرانیان هیتی پدید آوردن به نام دبیره هیتایت یا هیتیت. این هیتی ها، من به شما پیش از اینم گفتم، از اکنون 4000 پیشتر زیستن، از هخامنشیان دیرتر هستند. لغزش نکنیم. شاهنشاه همایون داریوش بزرگ روانشاد می فرماین که 8 تن از پدران من
پادشاهی کردند. همیشه ما از تخمه پادشاهی بودیم. ما شوربختانه به دو تن از پدران ایشان، پدر و پدر بزرگش ویشتاس و آریان منه آگاهی داریم. هر دو نوشتند. شگفته که دبیره های هر دو هست. دبیره‌ای که شاهنشاه پدید آورده، دبیره‌ای که شاهنشاه داریوش بزرگ کرده آورده، با نوشته آریان منه دگرگونه. با نوشته آریان منه که پدر بزرگ شاهنشاه داریوش بزرگ است دگرگونه. باور دارم که یک رویه‌ای زرین از نوشته آریان منه هست. گمان میکنم شاهنشاه آریامهر روانشاد هنگامی که شهیاد را میساختن، یک نسخه یا نسخه از نوشته آریان منه که زرین هست، همون را در زیر میدان شهیاد یا ساختمان شهیاد که به یاد شاهنشاه کوروش بزرگ است گذاشتن. این را میدانم. خب گفتم که هشت تن از پدران من، یکی از هخامنشیان در نوشته هیتی به نام پادشاهی هست، نام او هست هخامنش. پس من بیراهه نمیرم که اگر بگویم که دبیره هیتی که دبیره نگاری هست، ریختی هست، نگاری هست، از آن نژاد آریان و نژاد ایرانی است. هیتیان مهرآیین بودند، سوگند مهری در نوشته هاشون هست و دبیره اونها پروریدن. آن دبیره که آنان پروریدن پیش از دبیره هخامنشی است، زیرا که هخامنشیان دست کم 2000 یا 2500 2500 پیش بودند، در جایی که آنان 4 بیور پیش بودند. بیور به پهلوی می شود 1000 یا 1000. خب این میتواند کهن‌ترین باشد که نوشته شده باشد. دبیره هیتی میتواند کهن‌ترین باشد که نوشته. چرا هیتی را میگم؟ برای اینکه هیتی زبان ایرانی است، به اوستا پیوند داره و به دیگر زبان‌های اندوژرمن که اروپایی یا گاهی اندو ایرانی میگن هم پیوند داره. این کهن‌ترینه. ما یک نسکی داریم به نام خدای‌نامک پهلوی. این خدای نامک پهلوی انباشته نوشته های باستانی یا رخدادهای باستانی نژادگان ایرانی است. تنها یک نژاد نیست در اونجا، نژادگان ایرانی، نژاد سرمد، نژاد درخشان الان سپید، نژاد اوس، نژاد کیمر، اینها و سکان. 90% شاهنامه یا خدای نامه که شما میشناسید ویژه سکان هست، نژاد سکسون. سون میشود فرزند، سگ به زبان ما میشود همون داگ. داگ و سگ یک واژه هستش و سکسون میشود فرزند سکان. این مال اروپا نیست، اروپا بیهوده میکنه این کارو میکنه. در زبان اروپا سگ دگ هستش، به ویژه در زبان فرانسه و جرمن سگ سکس نیست که سکسون مال اونا باشه. این از آن ماست. چرا شاهنشاه داریوش بزرگ دست کم از 3 تیره سک نام میبره؟ سکا هوماورگا، سکا اوپرازریا، سکا تیگرخودا. این ما هستیم که این نام را بنیان گذاشتیم و از تیره سک گفتم. در اروپا سکسون که میگه فرزند سکان پیوندی به اونا نداره، چون ما رفتیم اونجا اونا گمان میکنن، لغزش میکنن دیگه، نمیخوانم دست بردارن، اما میدونن که از آن اونا نیستش. این سکان نوشته هاشون بر جای ماندهش در خدای نامه پهلوی هست. شما یک پادشاهی را میشناسید به نام تخم اروپ. تخم اروپ یعنی اروپایی نیرومند، اروپ بزرگ، اروپ نیرومند. تخم یا تخم اروپ، اروپ یا اروپه یکی از یک گونه ی سگان هست، یه تیره ای از سکان هست و این یک سکسون اروپی هستش. و این تهمورس را در نوشته خدای نامه یا شهنامه او را دیو بند می نامند. دیو بند. و از شگفتی ها این هست که به نوشته خدای نامه پهلوی که به کوشش روانشاد پردوسی و موبدان زرتشتی گرده هم آمده، بخشش گرده هم آمده که در ایران شاهنامه میگن، در اونجا میگوید که تخمه اروپ یا تهمورس دیوان را گرفت و از دیوان خواست که دبیره به او یاد بدهد.
یعنی آنچه که تخمورب یا تخمورس یک پادشاه بسیار کهن ایرانی پرلات پراداتا، هرودوتوس میگه پراداتا پری دیتر، اونایی که داد را می نشانن پری دیتر پراداتا، این افسانه نیست، افسانه کسایی هستن که این سخنها را در نمی آبن، پرلال استادیز از این دانش و خرد ندارن، نمی دانن که دست کم در نوشته هرودوت هریکارناس شهروند کشور شاهنشاه ایرانی نوشته شده. این دشنام هست که شما بگوید که نمیدونم، نه این نمیدونم افسانه، افسانه خود شما اید که نمیدانه چی میگید. این است که پیش داد یا پراداتا که هرودوتوس میگه پرلات، این پادشاه پرلات است، پادشاهی است که همه چیز را بنیان میگذاره. ایشان کسی هست که از دیوان میخواهد که دبیره برای اوشان پر. دیو میشود روشنایی، آگاهان و خردمند، چون دئو یا تئو میشود روشنایی. تئو یا دئو یا دئوس یا زئوس، اینها همه میشود همین دی که در زبان ایران هست، ماه دی، و این دی که در زبان انگلیسی هست ماندی یا دگار یا نمیتونم داب که در زبان جرمن و نمیتونم این هست، این میشود روشنایی. دیوان آگاهان و روشنان هستند. برای اینکه باز دوباره این سخن را استوارتر بکنم، دبیره سانسکریت، سانسکریت می شود پاکیزه، پالایش شده. پراکریت می شود آلوده، پراکریت می شود آلوده، سانسکریت می شود پالایش شده و ناب. دبیره سانسکریت نامش هست دیبا نگاری. همین امروز دبیره که در هندوستان به کار میره نامش دیوانگاری میگن، نگارش دیوان. پس شاهنامه بیهوده نگفته، بیهوده کسانی هستن که به این سخنها با دانایی و خرد، با لیتل نالج از دنجرس، با اون چیزا برخورد میکنن دیگه. آره، دانش کم زیان هست دیگه، بیمناک هست. همین امروز دبیره هندوان را میگوین دیوانگاری، یعنی همین تحمورس دیوان درست گفته، از دیوان فرا گرفته. دیوان روشنانی بودند که این دبیره را بنیان گذاشتن. گواهش هم همین دیوانگاریه، دبیره هندوان دیوانگاری، دیوانگاری از پس نگارش دیوان. ما نقش را، واژه را نقش گفتیم. نژاد ایرانی الان یا اوست یا ایرون که امروز در کافکاز هست، واژه رو نقش میگن. و یک دسته ای از ایرانیان که در اروپا، ببخشید، در کافکاز هستن، اونا هم به خودشون نقشی میگن. ما با هم دیگه یه بار گفته و کردیم، سواستیکا رو من آوردم، گفتم اونا خودشون رو نقشی مینامن و خودشون رو به این نقش پیوند میدن، یعنی نژادی هست که خودشون رو با واژه میشناسونه. در زبان ایرون همون آلانیان یا ایرونیان یا اوستیانی که در کافکاز هستن، ببینید چه اندازه دلپذیر این، میگه که واژگان وجدان زبان ایرانی هستند. واژگان یا نقش، واژگان وجدان زبان ایرانی هستند. نگاه کنید ایرانی به واژگان و به زبان چه نگاه ویژه‌ای داره، چه نگاه دلپذیر و خردمندی داره که واژگان را وجدان این زبان میدانه. زبان ایرانی واژگانش وجدان اون زبانه. برای این زبان دیوانگاری و دبیره فراهم آمده. من گفتم تخمورس دیفن و اون چی که در سانسکریت است. ما از این دبیره که تخمورس دیفن پدید آورده، به جز اون که سانسکریت هست و امروز در هندوستان نوشته میشه، چیز دیگه ای از اون دست ما نمانده. شاید بگم، چون این دوره تخمورس دیفن پراداتا یا پیشداد یا پرلات است، چون دوره سکان هست، میبایستی دبیره‌ای باشد که در اروپا به نام دبیره رونیک شناخته میشه. رونیک، دبیرهشون رونیک. جرمن آگاهی فوتارک مینامن این را. من یه پرسش بکنم، این تحمورس گفتید زبانش سانسکریت بوده؟
یعنی نگارششون. ببینید آره، زبان این پادشاه رو شما میگی؟ بله. زبان ایشان باید یکی از زبانهای سکه باشه. آها. یکی از، چون ایشان سکه هست، نژاد سکه هست و اون دورانی که ایشان میزیه دوران سکه است، دوران سکسونت. این سکه است و زبان ایشان باید یکی از زبانهای سکه باشه. این که میگم دبیره‌ای که دیوانگاری یا تخمورس دیوبند پدید آورده میتوانه سکه باشه، برای اینکه دبیره‌ای که امروز به نام راز دبیره یا رونیک در اروپا شناخته میشه، اروپایی یا فوتارک بهش میگن، سراسر واژگان سکه هست و نامش نام ایرانی سکه است، نه هخامنشیه، نه اوستاییه، نه پهلویه، تنها سکه است. و کسانی که، یعنی زبانی که امروز در ایرستون، الانیا یا اوستیا گفتگو میشه، اونا میدانن. همین امروز اگر این دبیره رو به اونا نشان بده، اون واژه زبان در اونجا هست. چون در اونجا هست و چون اون مردم، مردم سکه هستن و سرمت هستن و تیره سرمتی هستن اونا، این است که من میتوانم بگم که این زبان یا دبیره تخمورث دیوبند باید همونایی باشد که در اروپا به نام رونیک، در ایران به نام راز دبیره شناخته میشه، یکی از اون هفت قد یا راز دبیره نامیده میشه که امروز در اروپا به کار نمیره، در دوره‌ای به کار رفته که گفتگو میکنیم ازش، اما امروز هست، امروز هست، به کار نمیره، اما میگم که کی به کار رفته. آقای دکتر، ما اجازه داریم که بریم یه میان برنامه ببینیم، بعد بازگردیم دوباره ادامه برنامه رو باشیم. بینندگان گرامی، امروز در برنامه به سوی ایران شهر با دکتر زرتشت ستوده داریم درباره دبیرهای ایرانی، چگونگی آغاز پیدایش دبیره رو داریم در ایران بررسی میکنیم و میرسیم یکی یکی به دبیرهای گوناگون. اگر در این برنامه هم همشو نگفتیم، در برنامه بعدی دنبال میگیریم. خب خواهش میکنم آقای دکتر، داشتید درباره دبیره راز دبیره یا رونی که در بخشای از اروپا هنوز ممکنه وجود داشته باشه گفتگو میکردید که احتمالاً تمورست دیوبند این زبان رو، این دبیره رو نخستین بار ایجاد کرده. خب آره، نوشتهش ما داریم، نوشتهش در خدای‌نامه که پهلوی بوده است، گفتم. و سپس ببخشید، در همین راستا، همین امروز، دبیره هندوان دیوانگاری هست و این دارسته میشه که گفته تخمورس دیوبند و اون چه که در دوران سکه یا در دوران سکان ایرانیان کردن درست است. پس شد راز دبیره نخستین دبیره که ما در ایران داریم. باید اینجوری باشه. این دبیره راز یا راز دبیره، کسانی که با نژاد سکه نوشته ها هست آگاهی دارن، ایرانیان در این زمینه هیچ کاری نکردن، نخواهنم کرد. هیچ ایرانی در این زمینه کار نکرده و نخواهد کرد. گفتم تنها یک ایرانی. ایرانیان دانشمند جهانی ندارن، دانشمند جهانی در زبان شناسی، در تاریخ اینا ندارن، هیچ ندارن، هیچ گمانم نمی کنن داشته باشن. آدم های ماننده، نمیدونم، بارتولومه، هومباخ، نمیدونم، رایشلد، اینجور کسان را میگم به پای اینا نخواهند رسید و نمیتوانند، چون که کار در این زمین ها نمی کن. یا فردیناند یوستی برای نمونه و بسیاری کسایی، اینا کسان جهانی هست، اینا ایران شناسان جهانی. یک ایران شناس بسیار تنومند جهانی به نام روانشاد پروفسور عبایف که دوست شاهنشار یا مهرم بوده است، ایشان در این زمینه کار کردن. ایشان یک سربلند ایرانی نژاده اوستی یا آلانی یا ایرانی نژاده است که من شاگرد ایشونم و به این مرد بزرگ سربلندم. ایشان آوازه جهانی دارن. ایشان برای نمونه روی دبیره ایرانی و روی اینکه فرهنگ ایرانی در اروپا چه چیرگی داشته است کار کردن. این دانشمند جهانیه، این دانشمند جهانی در این زمینه کار کرده است. و خب سال زیستش هم خوشبختانه فرا بود، در سالهای 2000 و گمان کنم 2-3 درگذشت و 95 سال اینجور چیزها زیستن. خب ایشان در این زمینه کار کردن، نوشته هاش به هیچ کدومش ایرانیان نمیشناسن، نخواهن برگردان کرد.
به زبان خودشان نمیکنن، نخواهن، نیاز به اینا ندارن، همین که این روزه و این چیزها را بدانن بس جان است که اون کشور بیشتر از این به بدبختی بکشانن. در این زمینه ایشان کار کرده است. این که ما گفتیم که خب ایشان هم میگد که ما بهش راز دبیره میگیم، برای اینکه هر کدوم از این دبیره ها یه ریخت شگفت‌آور ویژه‌ای داره و یک نام ویژه‌ای داره، نام ویژه ایرانی، راز دبیره را میگم. و در پشت سر این نام این یک نشان ویژه هم هست. یعنی اگر بگیم که دبیره آ هست، این دبیره آ یک چمی داره، میتوان برای نمونه نقش زایندگی و بالندگی است، یکیش نشان پیروزی است. این رو که راز دبیره میگم. یک دانشمند ایرانی در دوران همایونی ساسانی به نام مانی میشود اندیشمند، مرد اندیشنده، منعیتی از این هم میشود آدم اندیشمند یا خود آدم هم میتواند. ایشان نسکش رو، نام دخترش هم راز بوده و نسکش رو به این دبیره نوشته بوده و یکی از نسکا رو به نام شاپورگان به شاهنشاه ایران پیشکش کرده بوده. ما دسترسی بهش نداریم. ما یکی از هم دانشپایی های من، دانشمند بزرگ ایران شناس ژاپنیست، هم کلاس من بود از گفتم، پروفسور میچیو اوهارا، این زنه و ایشان در این زمینه کار کرده، با من هم کلاس بود، در این زمینه کار کرده و کوشش کرده است که بخشایی از اون رو در شهر به خونخفته ایران، اترار، که همه نابود شدن، همه کشته شدن و امروز شهر از دست رفته در چین هست این شهر. در اونجا اینها را در نی، نوشته ها را در نی گذاشتن و در زیر خاک ها پنهان کردن و خودشون کشته شدن به دست ترکان. آره، میچیوها را و دانشمندان دیگه ژاپنی که میبینن ایرانی ها هیچ کاری نمی کنن، به خواب فرو رفتن، خواب مرگ بگم فرو رفتن، اونها آمدن و کارهایی کردن، بخشی از این چیزها را فراهم کردن، پیدا کردن، اما هنوز چاپ اینا نکردن، در دسترس من هست بخشهایش، اما در دسترس جهانی ننهادن، یعنی چاپ و پخش نکردن، خواهند کرد شاید در آینده. ما میدونیم که اون دبیره تنها در اون دوران به کار رفته. این دبیره را سکان روی سنگ و پوست و نمیدونم چوب و اینها نوشتن، اما هیچ نوشته‌ای بگیم که نسک، بوک میشود پیچیدن. این بخچه که هستا، بخچه آخه ایرانی ها که رو همینجوری بیپروا قیه میکنن، همه چیزم غلط در میاد. بوکچه میشه بوک کوچیک. آره، پیچیده کوچیک، بخچه نیستا، بوک هست و بوکچه. در اردبیل که من اردبیلی هستم، پیچیدن رو بوک میگن، بوکمک. آره، بوک کردن یعنی بپیچون. آره، این نسک میشه به زبان اروپا که بوک هست، در زبان انگلیسی مال اونا نیست، ایرانیه. پیچیدن بایندینگ، پیچیدن. آره، بوک ما از اینا نداریم، نسک نداریم، به زبان پهلوی میشه ماتیکان. نسک میشه ماتیکان، بوک میشه ماتیکان، نداریم از اینا. سکان با خودشون که رفتن به اروپا، به سیسیل رفتن، به جاهای دیگه، در اینجا ما نوشت چیزای باستانشناسی، یعنی باستانشناسی ایرانی در سیسیل هست، باستانشناسی ایرانی در جرمن هست، باستانشناسی ایرانی در بوداپست هست، باستانشناسی ایرانی در کارپات هست، در بسربیا هست، در رومانی هست، سراسر اروپا باستانشناسی ایرانی سکه هست، سکان در اونجا میشه. در اونجاها ما نشستیم و با خودمون این دبیره را به اونجا بردیم. از آن اروپاییان نیست، از آن ایرانیان سکه اروپایی، سکسون. چه دبیره ای بوده که ما با خودمون اونجا بردیم؟ همین راز دبیره، همین رونیک، ما این رونیک را بردیم. زمانی که ما رفتیم به با گوت ها پیوند داشتیم و با کلت ها پیوند داشتیم، همین پروفسور ابایف درباره چیرگی فرهنگ و هنر ایران به کلت گفتگو میکنه. با کلتان که آقا خب ایشان چیز نمیگه، از خودش نمیگه این رو، برای اینکه استرابو 2000 سال پیش گفتگو میکنه که خودش دیده که ایرانیان خارزمی و سکه‌ای بخششون با کلت آمیختن و یه تیره به نام کلت و سکه یا کلت و خارزم پدید آوردن. اینها کسانی هستن که به
اسکاندیناوی یا جایگاه سکان. سکانزا. اسکاندیناوی یعنی جای نشسته نشنده سکان. سکان که رفتن اونجا با خودشون به اونجا بردن، برای اینکه تیره گوت که به گوتنبرگ رفته در سوئد، گوتنبرگ برگ میشه برج، شما میگید در زبان ایرانی برج میگید برگ، میشه جای نشستن برگ. گوتنبرگ یا برگ گوتان، تیره گوت که رفته اونجا، به ویژه تیره ایسکوت گوت خاوری که رفته اونجا، با خودش این دبیره را برده در روی سنگهایی که در اسکاندیناوی و در گوتنبرگ هست، در استان گوتنبرگ. امروز گوتنبرگ را در زبان سوئد یوتبوری میگن، یوتبوری. در اونجا نوشته رونیک هست، نوشته رونیک و نشانه های رونیک و فرهنگ ایرانی، باور به رستاخیز، باور به داوری آینده، جنگاوران که میروند در میدانهای جنگ میمیرند نابود نمیشن، روانشان زنده میمانه و میرن در والهالا، میمانن در شهر اسکارد که شاهنشاه داریوش بزرگ از اسکارد نام میبره، در اونجا میمانن، والکریا میان اینا را میبرن، در اونجا رزماوری میکنن تا به روز فرجامین که رگنروک هست، در روز رگنروک از والهالا بیان بیرون و در برابر ستم جهانی جنگ بکنن و جهان را به آرامش بیارن. در خدای نامگ پهلوی به پوشش روانشاد فردوسی و موبدان زرتشتی، هر آن کس که شد کشته زیران سپاه، بهشت برینش بود جایگاه. همونه، همونی که اکنون گفتم. این باور رو سکان با خودشون بردن به گوتنبرگ، به اروپا، به شرمن، دبیره رو هم با خودشون بردن. در اونجا این نوشته های این دبیره هست، در سوئد مانده، در جرمن نمانده، اونجا تیکه هایی مونده، اما در گوت با خودش که اینو برده اونجا، تیره گوت که با خودش به گوتنبرگ برده، در اونجا مانده. یادم نره که بگم که در دره اورخون، در دره اورخون که مغولستان هست، در اونجا سکان که رفتن، تیره یغت یا یکوت از بالا به پایین آمدن. اینا ترک هستن، این نامشون ترک نیست، این ترک نام ایرانیه، نام همین سکان است. اونا که اومدن پایین چون نام نداشتن، اینا تخس، تخس یه تیره است، تخس اونق یه تیره است، اونق میشه نه تا تیر، اونق تخس اوغز میشه، اینا نام این تیره هاست. نام نام پیوسته نداشتن که نامشون ترک باشه، این نام رو از ترگان یا سکان گرفتن، تیره ای از سکان گرفتن و آمدن در مغولستان نشستن. امروز در مغولستان تیره ایرانی سکه به نام اسود زندگی میکنه. چهرهشون مغولی شده، چهرهشون مغولی، اما ایرانیانی هستن که در مغولستان میزین. اوس که من میگم که نام آسیا از اوناست و اوستیا که در کافکاس هست از اوناست، از این نام این مردم، نام ایرانیان اوس. اینا آمدن زمانی که آمدن پایین، یغتا که آمدن پایین، در اون دره اورخون نشستن. در دره اورخون که نشستن، این دبیره ای را که سکان می نوشتند را، یعنی راز دبیره را، از اونا یاد گرفتن، اما به ریخت ایستاده چینی، از چینی ها فرا گرفتن، به ریخت ایستاده در اورخون نوشتن. پس دبیره راز یا رونیکو به شکل چینی نوشتن. آره، به ریخت ایستاده نوشتن و یک زبان دست پا شکسته ناراست هست، پر از واژگان ایرانیه. برای نمونه، خب اکنون میدونید در زبان ترکی برای رهبر یا پادشاه یا شاه نام نیست، اما چون این زبان را از ما فرا گرفتن، شاه را شاد میگن. آره، غلط زیاد داره و نویسندهش ترک و مغول نیست، نویسندهش ایرانیان سغدی هستن، چون اینا این دبیره را میدونستن. سغدیا دبیر شدن برای مردم بی دست و پایی که از بیابانهای سیبریه رو به پایین آمدن، چون سکان به اروپا رفتن، اونا آمدن پایین، راز دبیره را یاد گرفتن. در اورخون نوشته، نخستین نوشته ای را که به ترکان 700 سال 1000 سال 700
1300 سال پیش میدن همین دبیر است، دبیر راز هست که به ریخت غلط دست پا شکسته و به ریخت ایستاده چینی نوشتن و واژگان چینی رو وام گرفتن. برای نمونه آب را سو، آب را سو میگن که دبیره چی میگن؟ به این دبیره دبیره یعنی سعی میگن، یعنی سعی میگن. این مال اونها نیست، گفتم که چون نام راستینش رو که نمیتونستن بدانن، این است که میگن که این دبیره دبیره کهن ترکی هست و از چیزهای خنددار و شرماور و ریشخنداور که هست شترگاه پلنگی که در بادکوبه پدید آمده و مایه ننگ هست. این کشور مایه ننگه، نامش دروغه، گذشتش دروغه، همه چی آذربایجان داور مردمان آوردن این دبیره ایرانی رو روی پول بادکوبه، روی پول بادکوبه چاپ کردن، میگن این دبیره کهن ترکان است. عجب. بعد آره. یعنی سعی یعنی که یعنی نو جدید، درست؟ آره. سعی میشود همون چای که در ترکی برای آب برای رودخانه به کار میبرن، واژه چینی است. آهان، یعنی آره. آب جدید مثلا، یعنی آره یه چیز اونجوری، یعنی واژه یونانی است. ببینید یعنی واژه یانگ هست، یانگ. بله بله، یانگ میشود نو. یعنی واژه ترکی نیست و... یعنی یعنی نو یانگ، یانگ ینگی دنیا که شما میشنوید یعنی جهان نو. بله درست. آمریکا رو شنیدید یه ینگی دنیا؟ درسته. آره میگفتن در دوران شرماور قجرا ینگی دنیا یعنی جهان نو. ینگ یا یانگ یا یونگ این واژه ترکی نیست، واژه در ترکی برای تازه واژه ندارن. این که یعنی سعی، این یعنی رودخانه تازه. حالا این میگم این دبیره از آن آنها نیست و هیچ کدوم از واکا، از واکا نخشا نام اونها را نداره، هیچ نام ترکی نداره، همش نام ایرانیه. گمان نمی کنم در این برنامه، اما در برنامه آینده شاید هر کدوم از این دبیره های رون را که من نشان میدم شما داوری میکنید که همش ایرانیه، در همه جهان ایرانیه، امروز هم ایرانیه. و اگر زبان سرمتی یا زبان ایرونی یا زبان اوستی یا آلانی کافکازی رو شما بدانید، خواهید دانست که ببینید داوری کنید که این این دبیره همش ایرانیه، ایرانی سکه، ایرانی باستان است. گفتم نه پهلوی که شما امروز پهلوی گفته بودید، نه پهلوی هست. میگم پهلوی گفته کنید لغزش نشاد، دست واژگان پهلویه، دستور زبانم پهلویه، دور نمیشود. آره ده همه چیز دیگه. این پهلوی با این زبان سکه پیوندی دارد و ندارد، بخشی از واژگانش زبان ایرونی یا زبان سرمتی یا آلانی یا اوستی کهن‌تر از تاریخه، کهنه‌ترین زبان جرمنیک جهانیه که امروز گفتگو میشه، زنده ترین و زنده زبان جرمنیک و جهان زبان ایندوروپایی هست که کهن‌ترین زبان هندو جرمنی کس که گفتگو میشه. سانسکریت، اوستا، پهلوی که پهلوی کهن زنده گفتگو نمی کنه، اما این زبان زنده است و گفتگو به این زبان گفتگو میشه. در اوستیا، در اوستیا گفتگو میشه. نیم میلیون در همین اوستیا یا آلانیا به این زبان گفتگو میکنن، نیم میلیون هم در مسکو و جاهای دیگه هستن، یه میلیون دست کم به این زبان گفتگو میکنن و این زبان زنده هستش. در دبستان هست، دانشگاه هست، نسکا چاپ میشه و این زبان زنده است. همین زبانی است که دبیره رونیک به اون زبانه، به همین زبانه. چرا من میگم دبیره رونیک به این زبانه؟ برای اینکه هر کدومش که نگاه کنی زبان اوستیا یا آلانیا یا ایرون یا ایرستون را بدانی، خواهید دید که یک واژه هستش، یک زبان هستش. پس ما نتیجه گرفتیم کهن‌ترین زبان ایرانی یعنی دبیره ایرانی، دبیره راز دبیره است. درست. که 4000 سال پیش بوده. خب زبان بعدی یعنی دبیره آره. آره باید این من رو راست نمیتوانم بگم 4000 سال به درستی، اما میتواند مال اون دورانه، مال اون دورانه. آره مال اون دورانه. این میبایست من یه پرسش بکنم، ما پیش از 4000 سال پیش هیچ داکیومنتی، هیچ اویدنسی، سندی نداریم که نشون بده که در ایران خط وجود داشته؟ نه نه، نوشته ای نداریم. همین دبیره رونیک هست. این دبیره رونیک هم گفتم نسک، نوشتار، بوک، اینجور چیزا ازش نداریم، پراکنده در این ورانور نوشته شده. با نگاهی که من و پروفسور آبایوف به این دبیره و واکای این دبیره
شما نمیگم کلمه میگه چی میگه داریم، و با نگاه به این کهن بودن این زبان و اینکه این دبیره هنوز این نام را داره، این است که ما میتوانیم بگیم این دبیره کهن‌ترین دبیره است و این دبیره میبایستی سالش برابر همون دبیره باشه که هیتیان 4000 سال پیش مینوشتن. یه چیزی در اون راستا هست، میتواند در اون راستا باشه. پرسیدید که پس از این دبیره بعدی چی بوده؟ ببینید این نسکی هست که بخش بزرگش را بیابانیان و تبهکاران آتیش زدن، نابود کردن، به نام اوستا میگن. این نسک اوستا زبانی داره که پژوهندگان نامش رو گذاشتن زبان اوستا. نمیتواند اینجوری باشد که بگیم که اشو زرتشت سپیدمان، زرتشت رای سپیدمای یا شاهنشاه ویشتاس به زبان اوستا گفتگو کردن. این نمیتوانه، ما نمیدونیم که این نام این زبان چی بوده. ما در این 200 سال نزدیک گفتیم نام این زبان اوستایی. چرا؟ چون یک نسک از آن مانده، گفتیم نام اون اوستایی است. اینجوری نیست. این زبانی که به نام سانسکریت میشناسن، میشناسیم ما، چون زبان اوستا با سانسکریت یک زبانه، دستورش یکیه، واژگانش یکیه، میتوانیم بگیم که دبیره‌ای که به نام سانسکریت ایرانیانی که جدا شدن و بخش پایین رفتن به اون بخشی که ما به نام هند نامیدیم، ما به نام هند نامیدیم، اونایی که رفتن در اونجا میبایستی همون دبیره‌ای که ایرانیان مینوشتن اوستا را به اون نوشتن، میبایستی اون هم سانسکریت باشد، یعنی اون هم همون سانسکریت باشد، نامش هم باید همون بوده باشد. چون در پایین هست، در پایین، در اون بخش پایین ایران، در پنجاب و نمیدونم اینا که ایرانیان که رفتن به هندوستان اونجا، اون باید همون نام را داشته باشد. نمیبایستی نام اوستا، اوستا نام نسک است، همچنان که نام نسکای سانسکریتی به نام ودا هست که با نام اوستا یکی میشود دانش. بله. آیورودا. ما نتیجه میگیریم زبان دبیره‌ای که با اون اوستا نوشته شده تغییر یافته ای از سانسکریته. باید باشه، چیز دیگه ای نمیتواند باشد. اما دبیره‌ای که امروز به نام دین دبیره، به نام دبیره اوستایی ما میشناسیم امروز هست، 16 واک صدادار داره. هیچ زبانی در روی زمین نیست که 16 واک صدادار داشته باشه. این یک دانش بزرگ هست. این دانشمندان سترک کسانی بودن که توانستن، میدانستن آواها چجوری، صدادارها چجوریست، بی صداها چجوریست، توانستن این دبیره را بسازن. بسیاری از پژوهشگران این دبیره، این زبان که هیچ کدومشون ایرانی نیستن و نخواهد بود، ایرانی ها در زبان و تاریخ و اینه هیچ کاره هستن، رو راست دیگه میگم، اونا میگن که این دبیره میبایستی در هنگام شاهنشاهی پهلوی، پهلوی اشکانیان هستن، شما به نام اشک یا سکه، اونا سکه هستن، اشک یا اسک یا اشکان یا سکان همونا هستن، میبایستی در دوران اونا پدید آمده باشه. برخی میگن که در دوران ساسانی، نه این نمیتوانه باشه، چون که اوستای آتش زده و نابود شده اروپاییان که ستمگر بزرگ گجستک سکندر بوده است، میبایستی میدانیم که در دوران شاهنشاه بلاش یا بلاش گردآوری شده است، ما میدانیم. خب اگر این در اون زمان برای نخستین بار گردآوری شده باشد که ما نمیدونیم دبیره پیشینش چجوری بوده، میبایستی این دبیره را در اون هنگام پدید آورده باشن که بنویسن. ما یک مردمی هستیم، مردم سرود هستیم. شما نمیتوانی بگی که ما مردم سرود هستیم. ایرانیان مردم سرود هستن و یک ویر یا ازبر توانا دارن. هنوز هم بچه های ایران دبستان که میرن باید سرود ازبر کنه، هیچ کسی روی زمین این کار نمی. برای همینم هممون طبع چام سرایی داریم، مردم اینجوری هستیم، چون زبان ما زبان نرمیه، زبان ایرانی زبان نرمه، آهنگین بوده. آره دیگه، این است که این مردم کارشون این بوده است که اوستا را ازبر بکنن، در سینه ها داشته باشن، و چون این گونه مردم بودیم، سخنهای رستم بنای و برود بگفتند بر پهلوانی سرود،
میدونستن و میرفتن. اینا کسانی بودن، گسان بودن، این گسانا سرودهای پهلوانی میدونستن، میرفتن به نای و برود میگفتن در کوی و برزن. این مردم ایران اینجوری هستن، اینا رو اوزان، اوزان میگن یا گسان میگن. در اردبیل امروز نام اوزان مانده میشود که همون گسان پهلوانانی که سرودها رو میگن. ما مردم ازبرکننده بودیم، این مردم ازبرکننده این سرود اوستا را در سینه داشتن زمان پس از اینکه امروز هم موبدان زرتشتی اوستا را ازبر میکنن. تا زمان بلاش نوشته شده میبایست این دبیره، دبیره دوران شاهنشاهی پهلوی باشه، اشکانیان که شما میگید، میبایست در اون زمان پدید آورده باشه. پیش از اون چیزی بوده نمیتونیم. آقای دکتر، ما زمان برنامه‌مون امروز اینجا تموم میشه. ما ادامه این جستار خیلی جالب رو در برنامه آینده با شما خواهیم داشت. اینجا نگه می‌داریم بحث رو که یادمون باشه ما درباره راز دبیر گفتگو کردیم، درباره دبیره اوستایی هم گفتگو داشتیم می‌کردیم که نیمه کارمون، و در نشست آینده برنامه بعدی حتما دنبال این رو خواهیم گرفت که ببینیم بقیه دبیره‌های ایران یا همون هفت دبیره معروف ایرانی کدام‌ها بودن. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر از زمانی که برنامه می‌ذارین. از بینندگان این برنامه خواهش می‌کنم که این برنامه‌ها رو حتما روی سی دی به سایرین برسونین. اینها کلاس‌های دانشگاهی آموزشی هستند که همه ما ایرانیان با هر اندازه از دانش که داشته باشیم به همه اینا یک به یک نیاز داریم. سپاسگزارم و شما رو تو برنامه آینده به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار آقای دکتر.